من خودم لیسانسم مکانیک هستش، فکر کنم همه اطلاعاتم الان جلوتون باز هستش. بله. بعد حالا اگر که بخوام من با پارتنر در واقع میخوام اقدام کنم، اگر که بخوام از طریق اوشون اقدام کنیم، خب زبانش بهتر، یه سری مزایا اوشون داره، یه سری مزایا در واقع من دارم. حالا اگر از سمت هر کسی بخوام اقدام کنیم، از سمت اوشون بخوام اقدام کنیم، میخوایم از طریق در واقع تحصیلی اقدام کنیم، من از ویزای پارتنر بتونم برم. حالا این فقط پیشنهاد منه، در واقع اومدم توی در واقع این سمینار که شما راهنمایی کنید. اگر که از طریق خودم بخوام اقدام کنیم، من از طریق کار در واقع میخواستم اقدام کنم. حالا میخواستم ببینم شما کلا پیشنهادتون کدوم هست، اینکه در واقع اوشون از طریق تحصیل اقدام کنه، من پارتنر باشم، بعد ویزامو در واقع بخوام تغییر بدم اونجا کار کنم، یا حالا هر پیشنهادی که خودتون بهم بدین. حالا من با سوال برام پیش میاد اگر که شما این را ببین شما سنتون 30 امتیازی، مدرک تحصیلیتون 15 امتیازی، سابقاتون 5 امتیازی، این مجموعش میشه 50 امتیاز. ما با یه دونه آیلتس 6 یا پی تی 50 رو کیس شما شانس داریم، شانس خوبی هم داریم برای گرفتن. از اون بعد خانومتون دوباره سنش 30 امتیازی، مدرک تحصیلیش 15 امتیازی، سابقه کارش هم حالا بین 5 تا 10 امتیازیه، یعنی ایشون هم دوباره 50 امتیاز خودش مستقل داره. یعنی چه اگه ایشون نفر اصلی بشه، شما بهش در امتیاز کمکی میتونید بدین، چه شما نفر اصلی بشه، ایشون میتونه شما کمکی بده، و اصلا شما بدون کمکی هم هر کدوم 50 امتیاز رو دارید. بنابراین چه تحصیلی باشه کیستون، چه نباشه، اسکیل ورکر رو باید استارت بزنید. برای اینکه ما کسایی که با تحصیلی هم میخوان بیان استرالیا، توصیه میکنیم که اسکیل ورکرشون رو کنارش را بندازن، برای اینکه شما با تحصیلی هم بیان استرالیا در نهایت میخواید اسکیل ورکر بگیرید دیگه. بله. فقط مهمه این که وقتی رزومه ویزای تحصیلی تو میدی به دولت استرالیا، اون رزومه منطبق بر ویزای اسکیل ورکر آیندت باشه، و نه اگه رزومه تحصیلی رو همینجوری بدی بی مهابا، ممکنه بعدا تو آینده اون رزومه دیگه به درد اسکیل ورکر نخوره. بنابراین اصلا شما استپ یک، شما چه بخواید وارد ویزای تحصیلی بشین چه نخواید وارد ویزای تحصیلی بشین، استپی که الان درش هستین باید اسکیلز اسسمی یا مهاره سازی مدارک کنیم. بله. حالا اگر که با شهریه ویزای تحصیلی مشکل ندارین، اوکی هستین با همچیش، اوکی، خب حالا یه دونم ویزای تحصیلی بگیرید و زودتر بیاید استرالیا و باش درس بخونید. اگر نه که با همون ویزای اسکیل ورکر اقدام بکنید. یعنی میخوام بگم مدلش این نیست که یا اسکیل ورکر یا تحصیلی، میتونه اگر که از اینهای ویزای تحصیلی رو میتونید تامین کنید، هر دوش با هم باشه. مثلا ما الان خیلی افراد داریم که تحصیلی اقدام میکنن، ویزاشون رو میگیرن، قبل از اینکه بیان استرالیا دعوتنامه اسکیل ورکرشون هم میگیرن. یعنی دیگه با خیال راحت میان استرالیا و حالا درسشون رو میخوام یا میتونن ول کنن یا میتونن ادامه بدن، دیگه دست خودشونه که معمولا هم تصمیم میگیرن ادامه بدن. میتونین اینا رو با هم بیاین جلو. آها، بعد نسبتاً یه سوال دیگه این که خب این در واقع کارهای اسسمنت رو بخوام انجام بدیم، کلا از کجا باید شروع کنیم، از چه مرحله باید شروع کنیم، و مثلا واسه این که من بخوام از اینجا اقدام کنم برای حالا مثلا کار کردن اونجا، من باید آیلتسم هم در واقع همینجا بدم سریعتر انجامش بدم؟ حالا چیزی که من شنیده بودم این بود که اگه نه از طریق مثلا خانومم بخوام اقدام کنیم، خب واسه تحصیلی دیگه اوشون، خب میگم زبانش بهتره، اوشون آیلتس رو میتونه بده، من مثلا برم اونجا. سوالی ها، حالا میخوام شما راهنمایی کنید که من مثلا برم اونجا همراهشون، حالا یک ماه دو ماه سه ماه هر موقعی که کارگرم اومد، قطعا به اونجا تاثیر میذاره روی زبان بنده و حالا هر شخص دیگه، و اونجا مثلا بتونم آیلتس رو بدم و کارهای مثلا مرتبط به ویزای کارم و اونجا شروع کنم. این پس پیشنهاد نمیدید همچین چیزی رو؟ درست میگم؟ نه ببین، آخه ببین خانم شما اگر که زبانش بهتر باشه، اصلا چه دلیل داره که شما نفر اصلی پرونده بشین؟ چرا خدمت چی تو کلامتونم میام، عرض کردم اگر که بخوام از طریق اوشون هم اقدام کنیم، اونم خودش یه چیز دیگه، اونم بشه یه مین کورس در واقع، یعنی اوشون رو بکنیم مین پرونده در واقع. ببین الان من توصیه‌ام برای شما اینه، خب اگه خانومتون سطح زبانش قوی تر از شماست، ایشون یه دونه اسکیل اسسمنت رو شروع کنه، مهاره سازی مدارک بگیره، حالا تحصیلی رو اگه خواست اقدام کنه اقدام کنه، اگه نه که هیچ،
اون دیگه بستگی به خودش داره. ولی الان شما خودتون توی سردرگمی انداختین که اصلا نیاز نیست توش سردرگم بشین. یه شما الان باید خانومتون که زبانش بهتره یه دونه اسکیل اسسمنت شروع کنه. غیر از این اصلا نباید مسیر دیگه ای ما بریم جلو. حالا تا اینکه زبان شما بهتر شه بیاد جلوی ذره به نمره 6 حدود 6 برسین 5 5 و نیم برسین تا بتونیم براش بریم اسس بگیریم. الان خانومتون براش اسس بگیریم. آره الان 5.5-6 هستم ولی خب منظورم که مشون مثلا در حد 7.5 میتونه بیاره، واسه این میگم زبانشون بهتره. ببین الان شما یه چیزی در شما، من چیزی که میبینم اصرار بر گنگ کردن خودتون دارین. چرا اینجور میکنی؟ یعنی علت این گنگی از کجا میاد؟ الان فکر کن این جلسه ما تمام میشه، شما چیکار میکنین؟ سوال از بنده بود. خب باید حالا با همکاراتون هماهنگ کنم، صحبت کنم که حالا بتونم پروسه کاریمو که بخوام در واقع اقدام کنم به رفتن شروع کنم، اونا دیگه به بنده راهنمایی میکنن. درست میگم؟ خب نه دیگه، ما الان داریم گپ برای همین میزنیم من و شما با هم دیگه. ناکن شما الان از نکته هایی که من میگم چه برداشتی از من کردی؟ این که خب زبانو باید بریم، خانوم هم باید بره امتحانشو بتونه بده و از طریق اوشون برای حالا ارسال مدارک و این داستان ها اقدام کنیم، اوشون بشه مین پرونده و خب فکر کنم قاعدتا مدارک منم باید ارسال بشه. درست میگم یا خیر؟ نه نه ببین میگم، چون یکم باید دقیق تر به من چیز کنی، توجه کنی شما، چون من حس میکنم شما یه ذره ببین اون تیپ شخصیتی چهارم دیگه، یعنی تحلیل بر اساس داده ناکافی داره اتفاق میفته تو کیس شما، این یه ذره بله. خطرناک. ببین الان شما، الانی که ما درش داریم صحبت میکنیم، نه نیاز به زبان ما داریم نه نیاز به کیس شما داریم، ما فقط میخوایم خانومتون بیاد و اسسمنت رو شروع کنه. الان توی نقطه ای که درش هستیم به موازاتش زبانش رو بخونه بیاره، احتمال اینکه خود ایشون کیس رو نجات بده بسیار زیاده. حالا اگر تحصیلی هم خواست به موازاتش یه ادمیشن تحصیلی هم گرفته بشه. من الان حرفم اینه، من نگفتم الان بره زبان بیاره. الان استپ یک شما باید شروع کنید پروسه ویزاتون رو برای بله. گرفتن اسسمنت. تا اینجا مشکلتون چیه؟ نه هیچی مسئله نیست. خب برای گرفتن اسسمنت میدونید باید چیکار کنین؟ خیر، گفتم شاید منظورتون مشکل برای خودم هستش. اگر لطف کنید راه نمایی کنید. ببین شما الان باید، اگر که مثلا با ما میخواییم بیاین جلو یا حالا با هر همکار دیگه ای صحبت کرده باشین، بهترین کاری که به نظر من میتونین بکنین، چون ببین شما ذهنتون کمی گنگه، طبیعی هم هست، من حق میدم بهتون، اگه بخواید از این حالت گنگی بیرون بیاین، تنها راه به نظر من، نمیگم حتی یکی از راه ها، تنها راهی که دارید اینه که بیایید از یه جایی خودتون تن بدیم پروسه. حالا نمیگم با من یا با ویزا پی، با هر جایی که دلتون، تنها راه اینه، چون به شدت شما خودتون تو حالت گنگی میندازید ولی خیلی چیز خطرناکه، اصلا نتیجه ای نمیده. اینجوری خودتون بزنید تو عمل انجام شده، این برین شروع کنی. خانم پیشنهاد من اینه، خانمتون یک اسسمنت بگیره، به موازاتش زبان بخونه، از اون بعد بیاد تحصیلیشو تصمیم گیری کنه میخواد بزنه یا نزنه، چون خیلی کاری به این پروسه مهاجرتیش نداره جدا از همه. پس میگه میخواد بزنه یا نزنه. من همیشه فکر میکردم مثلا برای در واقع مهاجرت کردن یکی از مثلا داستانه که داره همین این هست که شما برای تحصیل میخوای اقدام کنید دیگه، مگه غیر از اینه که الان شما میگین هیچ ربطی به تحصیلت نداره اون پروسه مهاجرت کردنت؟ نه نه، ما یه روش دیگه مهاجرتی داریم به نام ویزای کار استرالیا که شما شانس اونم دارید، شانس گرفتن ویزای کار دارید. حالا یه وبیناری چیزی از بچهای ما بگیرید نگاه کنید. میگم اگر که توصیه منو گوش میکنیم، با 5000 مشاوره من دارم این توصیه میکنم و مطمئنم 6 ماه دیگه هم شما اگه این کارو نکنین تو همین نقطه‌ای که امروز هستیم میمونید، فرقی هم نمیکنه ماجرا، یعنی واقعا هیچ تفاوتی نمیکنه. اگر توصیه منو میخوای خودتون در عمل انجام شده بذارید کیس شما، چون شما درگیر یه سری چیزایی شدین که کمکی بهتون نمیکنه. من همیشه تو مشاوره ها میگم تو وقتی مشاوره میگیری به این فکر کن که بعد مشاورت میخوای چیکار کنی. اگه بعد مشاورت هیچ کاری نمیکنی مشاورت فایده ای نداشت، نظر شخصی ها، ممکنه کسی قبول نداشته باشه. بنابراین شما باید تو مشاوره
کاملا چالش کنی مشاوره رو، کاملا چالش کنی. یعنی من اگه چیزی میگم شما بگو نه من این کار نمی کنم به این دلیل، اگر نمیگی نه بگو باشه این کار میکنم. یعنی باید چالش کنی شما مشاوره رو، از دل این چالش ها نتیجه برای شما بیرون بیاد. مگر نه این مشاوره الان تموم میشه، شما قطع میکنی، میری درگیر کار روزمره میشی، 6 ماه بعد میای هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ. خیلی باید حالا این باشه. ببخشید وقتتون رو من میگیرم. سوال آخرم حالا به دوستانم بتونم گوش بدیم. نگاه کنید، من این که الان هی طول داره میکشه 4 تا سوال، شاید بهتون میگم تکراری هم باشه این سوالی که من از شما پرسیدم یا راهنمایی که شما به من کردید، و واسه همین بود که میگم درسته درسته. فقط یه مورد این وسط هست که من میخواستم، مثلا علتی که گفتیم تحصیلی اگه بتونیم از طریق روشون اقدام کنیم، این بود که سرعت ببخشیم به پروسه در واقع مهاجرت. میخوام ببینم اگر که واقعا تحصیلی سریع تر میشه، چون شنیدم بین مثلا 6 ماه تا 1 ساله اون کاریه، مثلا بین 1 سال تا 2 ساله، و اگر واقعا تاثیر داره توی سرعت گرفتن در واقع ویزا و مهاجرت کردن، خب بتونیم از طریق اوشون تحصیلی اقدام کنیم، چون اوشون میخواد اونجا تحصیل کنه، من اونجا میخوام کار کنم، از طریق اوشون اقدام کنیم. اگر که نه واقعا تفاوت آنچنانی نداره، خب با این که شما هم حتی دارین میگین از طریق اوشون اقدام کنیم، از طرح راهمون میشه همون تحصیلی، حتی در مورد کاری من هم نباید فکر کنیم، درست میگم؟ من پیشنهاد میکنم برای یه بار دیگه مشاوره بین خودمون رو، چون ما اینا رو ادیت میکنیم تو یوتیوب میذاریم، یه بار دیگه گوش کنید شما، چون یه ذره به نظرم میس کردین، یعنی اطلاعات دست رفت دست شما. ببین من یه بار دیگه مرور میرم خب، ولی اینو دیگه نگهش داریم اینجا، چون شما نیاز داری که یه ذره عمیق‌تر بشی رو موضوع، یعنی یه مقداری داره تحلیل بحث داده ناکافی شکل میگیره. و میگم من توصیه هم به شما گفتم، یعنی این بحث 5000 مشاوره خروجیش به شما میدم. یک ربط، شما اصلا الان نیازی نیست پروسه تحصیلی یا اقامتی رو تصمیم گیری کنید. این یک. دو، اسسمنت شما باید فارغ از اینکه تحصیلی میخواین اقدام کنید یا ویزای کاری الان استارت بخوره. سه، پس که اسسمنت استارت خورد و زبانتون رو شروع کردین، تصمیم بگیرین که میخواین ادمیشن تحصیلی یا اقدام برای ویزای تحصیلی بکنید یا نکنید. اگه تصمیم گرفتید یه دونه پزشک تحصیلی هم شروع کنید بگیرید. اگه نه، همون مسیر اولی که برای ویزای کاریه ادامه بدین بیاین جلو. میشه سه. این گامای شما به این ترتیب باید بیاد جلو. یعنی اگه خارج این گام برین جلو، حتما یه چیزی از دست میدید این وسط. حالا ببین چی کار میکنین دیگه. من پیشنهاد میکنم چند تا از وبینارهای ما رو نگاه کنین، یکم اطلاعات بیارین بالا. شما دو تا راه دارین، میگم کیس شما، تیپ شما، یا باید همین الان بره تصمیم بگیره که خودش بهترین مدل ممکنه همینه برای شما، چون شما دقیقه 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 گوش نمیکنین به اون چیزی که گفته میشه، چون که داده کمه. یا اینکه برگردین از اول شخ بزنین دوباره، یعنی شخ بزنین درست بیاین جلو، چون غیر از این دو تا حالت باشه نتیجه خوبی نمیگیرین از سیستم. یعنی 6 ماه دیگه، 6 ماه سوال جواب میکنین میرین جلو، 6 ماه دیگه میایین دوباره تو همین نقطه، این که من الان چیکار کنم، تحصیلی اقدام کنم یا کاری. جوابم اینه که فرق نداره، تحصیلی کاری به هم ربطی ندارن، کاری رو باید حتما استارت بزنی، تحصیلی رو میتونی استارت بزنی یا نمیتونی استارت بزنی. این سیکل ادامه داره، یعنی ما داریم تو این سیکل افتادیم، داریم همینجوری میریم جلو.